با شجاعت میتونم بگم که یکی از برنامه های بسیار پربیننده تاریخ تلویزیون های ساتلایتی برنامه آنکات علیرضا امیرقاسمیه، برنامه که واقعا بدون شیل پیله، بدون سانسور، برنامه که سوال های درست رو انجام میده، سوال های دقیق رو میکنه و هنرمندان هم که در برنامه شرکت میکنن پاسخگوی پرسش های امیرقاسمی هستن. نگاه میکنیم به آنکات علیرضا امیرقاسمی با خواننده مورد علاقه شما سولی. امروز گفتگوی داریم با یکی از چهره های بسیار محبوب و معروف دیروز موسیقی ما که خود من سالها بود ایشون رو ندیده بودم و برای منم جای خوشحالیه، بخاطر اینکه نبخوام سن ایشون رو خدای نکرده ببرم بالا و نه اینکه بخوام سن خودم زیادی بیارم پایین، ولی خوب یادم یه دوران نوجوانی با آهنگ های ایشون یک حال و هوای دیگری داشت. جمعه ظهرها با پدر و مادر در ماشین، رادیوی جمعه و صدای موسیقی یا آهنگ هایی مثل حمدی فیل، نگار نازنین جمعه های ما رو میساخت. امروز هم برنامه آنکات میزبان آقای سولیست که آنکات این هفته ما رو بسازه. آقا سلام بر شما. سلام از بنده هست. حالتون خوبه؟ بسیار خوشحال. بسیار خوشحالم میبینم. خواهش میکنم. باعث خوشحالی منه. شاید وقتی فکرشو بکنم برمیگشتم به 30 سال پیش، هیچ وقت تو ذهنم نمیومد که روزی در مقابل شما بشینم و باهاتون مصاحبه داشته باشم. باعث خوشحالی بنده است. همینطور. میرسیم به بخش کلیشه‌ای برنامه که اول برنامه هستش، ولی خب برنامه رو کامل میکنه. مطمئنم بیننده ها دوست دارن بدونن اسم شما، فامیلتون، کجا به دنیا اومدی، خواهر و برادر، چطور شد وارد دنیای هنر شد؟ من اسمم سلیمان واثقیه و 4 تا خواهر دارم و تنها پسر خانواده هستم. از اینکه چه جوری وارد دنیای هنر شدم، اینکه خب از بچگی چون تحفه خدا داده بود و صدایی داشتم، همیشه خب زمزمه میکردم، میخوندم و همه جور هم میخوندم از همون بچگی، چه از خوندن قرآن و چه از خوندن به قول معروف ترانه های دیگه ای که میشنیدم، و همین باعث شد که خب به طبع من فعال بودم روی خوانندگی، چه در دبستان، چه در دبیرستان و بعدن چه در دانشگاه و بعد. این بود که مثلا چجوری میدم بگم که خیلی جوان که بودیم در حدود گرفتن دیپلم و اون موقع ها برنامه هایی بود که صبح‌های جمعه مثلا یه سینما رو میگرفتن، فیلم سینمایی ارزونتر برای خانواده ها پخش میکردن و تو مثلا شروع اون فیلم هم برنامه های هنری میذاشتن مثل سینما پلازا اون موقع، سینما ایفل اون موقع ها. من اون موقع به اسم آقای کامیاب میخوندم با یک ست سنتور و یه ست درام که تقریبا هم خیلی unusual بوده، و بعد همین باعث شد که چه سبک موسیقی بود؟ آهنگای من ترانه‌های افغانی میخوندم اون موقع. بعد دیگه موقعی که کارمون رسید به اردوهای دانشجویی و زمان دانشجویی، که به قول معروف من تو اردوها سالها برنامه اجرا میکردم، اونجا مشغول برنامه بودم که از رادیو دریا مرحوم فرخزاد و زندیات فرخزاد و عمرش طولانی بود، آقای شاهرخ نادری و دوستان اومدن اونجا به اردوها برای تهیه برنامه. این است که اون موقع وقت از من برنامه تهیه کردن، تو رادیو دریا پخش شد. آهنگی رو من میخوندم اون موقع از آقای پرویز عطابکی که خانم گوگوش هم خونده بودن که هم خونه من کدومت هم خونه؟ هم خونه یه من خدا. این ایرج جنتی حتی یادش به غیر هرجه هست دو تا ورژن نوشته بود برای این شعر، ورژن مردانه بودی ورژن زنانه، که من ورژن مردانش اونجا میخوندم و بعد یادم میاد که این به قیاس کشیده شد در رادیو توی برنامه صبحگاهی که هم گوگوش رو پخش کردم با اون که من اونجا میخوندم، و بعد باعث شد که بهتر ما آهنگایی رو که اونجا تو اردو میخوندیم که بدون اینکه معروفیت سولی رو داشته باشم، من
چون فعالیت های مختلفی هم تو کاخهای جوانان داشتیم ما. آهنگایی بود که با هنرمند بسیار جوانی ما آشنا شده بود تو کاخا، تو کاخ جوانان مرکزی، آقای منصورزاده اسم دوستمون چی بود که آهنگ احمدی فیل ساخته بود، آهنگ احمدی فیل در اومدی زخونه رو داشتم که اینا ما رو دعوت کردن به استودیو و آقای پرویز عطابکی در استودیوی تنین راه رو برای ما باز کرد. ما با همون ارکستر دانشجوییمون یادشون بخیر دوستان ضبط کردیم این آهنگ ها رو و بعد از تلویزیون پخش شد که ما به صورت سولی معرفی شدیم. البته من از بچگی سولی صدا میکردم. متولد کجا هستی؟ تهران. کجا تهران؟ تهران. تهران یعنی مختاری امیریه. آها، مختاری امیریه. اوکی. پدر و مادر همه تهران. خب موافقت با خوندن من؟ اتفاقا من توی خانواده مذهبی عرفانی به دنیا آمدم، ولی نه مخالفتی نبود، چون ما اصولا همه خانواده، خواهرای من همه تحصیل کرده، دانشگاه رفته و اوپن بود خیلی فضای خانه ما و پدر مادر روشنی داشتم و مادرم البته هستن، خدا حفظ میکنه. و مخالفت این بود که آخ اینجوری نشه اونجوری نشه، ولی نه به اون شکلی، نه نباید بخونی. و از اون پدر من خیلی من تشویق هم میگه جدا؟ بله. اوکی. بعد این یه مقدار unusual بود یا برای ماها، به خصوص بنده سنم هم خیلی کم بود و خب جسته کوچکی داشتم، یه پسر 12 ساله که میدیم یه آقای با قد و قواری بسیار بلند و رشید میرخصه و میخونه. والا اگه زانو هم اجازه بده الان هم میرخصم. اصلا نگرانی راجب اون ندید. خب چی بودش؟ برای اینکه ریتم دیگه، ریتم موضوعیت داره برای خودش. بعدم موقعی که ما اون کار رو اجرا میکردیم، به حال کار پاپ اجرا میکردیم. بله. و کار پاپ که اجرا میکردیم، موقعی که تو ریتم نواخته میشد و به خصوص ریتم 6 و 8 که به قول معروف 6 و 8 ایرانی خیلی جا افتاده بود، میبرد که باشه به قول معروف ترنم و ترقصی هم باشه و برای من کار میکردم. میکردی. آیه سری، باز دوباره یه بخش دیگه که هستش، یکی از دو تا از کارهایی که شما رو بسیار معروف کرد و محبوب کرد، دو کاری بودش که ملودی یا فضای افغانی داشتش و خیلی شما رو به عنوان یک خواننده افغان میشناختند. بله. اون آهنگ نگار افغانی. بله. ولی آهنگ احمدی فیل رو همین دوستمون ایران نژاد ساخته بود، منصور، که روی شعر قاغانی بود و که ما سالها هم فکر کنیم خاقانیه و بعد در خدمت دوست شاعر عزیزمون بودیم، به ما نشون داد که بالا قاغانیه. و کلمه احمدی فیل هم در حقیقت عنوان یک کتاب نوشته یه عزیز نسی نویسنده یه ترک هست که در اون موقع منصور بسید که اون کتاب رو هم مشغولش بوده، یه داستان آدمیست با مثل گوش پشت نوستا مثلا، آدمی که با فیگورای عجیب غریب هست ولی بسیار آدم مهربون و مردمی و اینا، و اینو به عنوان ترجیبن توی ملودی جا داده بود این کلمه رو و به همون ترتیب هم منتشر شد و همیشه این سوال بود و من شاید برای دفعه صدومه که اینو توضیح میدم که احمدی فیل یعنی چی. اوکی، بسیار عالی. سولی یعنی چی؟ سولی همون سلیمان. نه، خود منظور از، نه از اسم سولی، خود سولی یعنی چی؟ خود سولی خودش رو امروز بعد از این همه سالها چطور میبینه؟ من معنی خودش رو چطور معنی میکنه؟ من با خودم بسیار راضی هستم و به قول معروف حالم خوبه و موسیقی رو که یه روزی شروع کردم به اون شکلی که عرض کردم خدمتتون، من همینجور ادامه دادم، به جای مختلف رفتم، سبک‌های مختلف خوندم. من اپرا خوندم، سالها در اپرای تهران بودم، سالها کلاس آواز دیدم، موسیقی خوندم، سولفژ و موسیقی خوندم. بعد این ادامه کار دست و بال منو باز کرد برای اینکه بتونم ساز بنوازم. چند ساز میزنم، البته نه به عنوان حرفه‌ای که بگم رو صحنه برم
نوازنده مثلا پیانو هستم یا سازنده، ولی اینکه میتونه به من کمک بکنه برای کارهای آهنگسازی استفاده کردم ازش و باعث شده که من برم به طرف موسیقی های مختلف و از بعد از انقلاب هم که بیشتر رفتم به طرف موسیقی سنتی ایران و مطالعه اونجوری در موسیقی کردم که بسیارم برام مفید بوده و خیلی دوست دارمش. آیسو اولین آلبوم تو یادتون میاد چه سالی به بازار اومد؟ یا اولین آهنگی که خوندید؟ اولین آهنگ همون حمدی فیلم و درآمدی ز خونه بود که به صورت صفحه 45 دور منتشر شد. اون موقع آقای وارتون آوانستین منتشر کردن. سالشو فکر کنم سال 50 یا 49 اینجورا بود. فکر میکنم 49 ایرانی بود. بعد خب بقیهش دیگه یه 7-8 سالی در ایران بودید بعد از انقلاب، آیا سریع اومدید ایران؟ من بعد از انقلاب ایران بودم. من تا سال مثل اینکه 66-67 که میشه 86-87 ما اینجا فکر کنم این بودم در ایران. سالهای جنگ در ایران بودم، کارهای مختلف کردم به خاطر اینکه خوندن که نمیتونستیم بخونیم. بهتر من کارهای بیزنسی را انداختم، یه ویدیو کلابی را انداختیم کجا؟ در تهران در خیابان ونک که کار میکردیم و حتی دست به دوبله فیلم زدیم رو ویدیو. اولین کسی بودیم که در ایران فیلم ایتی رو ما دوبله کردیم رو ویدیو با دوستان و مقاقای افهمی و اینا. و بعد اون ویدیو رو در یه شبی دوز زد و تمام زندگی ما رو برد و باز ما دوباره به صورت دیگه ادامه دادیم، جای دیگه دفتر گرفتیم، تکثیر ویدیو میکردیم، فیلم کرایه میدادیم. بعد تصادفی کردم من در ایران که بسیار سخت بود، زیر ماشین رفتم. بعد مدت ها دیگه پام تو گچ بود، پای چپم رو به طور کلی من تاندرام از دست داده بودم، یک سال پام تو گچ بود، دندرام خراب شده بود، صورتم خراب شده بود. و بعد از این مدت یک سال دیگه یواش یواش تصمیم گرفتم که بیام بیرون از ایران، که اقدام کردم برای گرفتن پاسپورت و این چیزا و از ایران خارج شد. مدت دیگه بودید، خب خیلی از هنرمندا ممنوع کار شده بودم، مطمئنم شما بله جز به همون گروه بودید. یعنی هیچ کس اصلا کاری نه منو هیچ وقت صدا نکردن که بگن شما ممنوع کار هستی، ولی عملا فضایی برای اون اجرای برنامه و غیر ذلک نبود. من هم زیاد اهل این که برم تو مهمونی های خصوصی بخونم اصولا نبودم هیچ وقت و نرفتم دنبالش. خب از میرسیم از اینجایی که از ایران میاد بیرون، میرد کجا؟ من از ایران خارج شدم، رفتم به ایتالیا. برای اینکه دوست نازنین و هنرمندی دارم در اونجا، آقای کامران خاشه، که از دوستان دوران کودکی من هستن ایشون و هنرمند بسیار خوب و تحصیل کرده و موسیقی دان، که الان ایشون در دو تا کنسرواتوار معروف در فلورانس تدریس میکنن ایشون. من خب در این مدت که در ایران بودم کارهای موسیقی کرده بودم آماده و کارهای بسیار نوعی کرده بودم که هیچ شباهتی به کارهای گذشته خودم و یا اون چه که در بازار ایران اصلا منتشر میشد تا اون موقع واقعا نداشت. به تب اومدم پلو کامران و کامران خیلی از این کارهای من خوشش اومد و تشویق کرد که ضبط کنیم اینها رو و ما این کارها رو در ایتالیا در فلورانس ضبط کردیم. و بعد از اونجا من اومدم به آمریکا، به لس آنجلس، و اون آلبوم رو به صورت به آلبوم دیگه به اسم آب، ما در اون زمان 20 سال پیش باز به وسیله شرکت ترانه وارتان لطف کرد اون رو منتشر کردن. و بعد از اون دیگه من یه 7-8 ماهی در اینجا بودم و پیشنهادهای خیلی زیاد کار هم اون موقع من شد که بعد البته من مود و روحی هم یه جوری بود که نمیتونستم قبول بکنم. یا رفتم به کانادا که خانواده منم از ایران به کانادا آمده بودن
به تورنتو که بعد به اونا پیوست. اول بریم سراغ خانواده، بعد بریم سراغ کار، سبک کارتون. خانواده رو وقتی صبح از خانواده میکنید منظورتون چی هست؟ من رو خانومم و دوتا بچه هم. خانوم در ایران ازدواج کرده؟ بله، ما 30 ساله که ازدواج کردیم. 30 سال ازدواج کردید و یعنی درست بعد از اینکه خواندن رو شروع کردید؟ بله، من خواننده بودم که ازدواج کردیم. بعد بچه ها؟ من یه پسر دارم به اسم امیر محمد، 28 سالش ایشون، و دختری به اسم سبا با سین که 24-5 سالش ایشون، و هر دو مشغولن کار میکنن و هر دو هم موزیسین هستن، کار موسیقی هم میکنن. چه جالب. کسی صدای پدر رو داره؟ هر دوشون دارن. سبا دخترم بسیار خوب میخونه، بسیار خوب میخونه، یعنی یه چیز اصلا عجیبه. و پسرم هم امیر محمد تو کار رپ میوزیکه و بسیار تو تورنتو مشهور شده و رایم مینویسه و بیت درست میکنه و خیلی دوستان مختلفی دور برش هستن، گروهی دارن و سیدی هایی منتشر میکنن همونجا در تورنتو و مشغول هست. پدر آقای سولی بهش پیشنهاد میکنه که برو دنبال کار و خوانندگی خوبه. آقای سولی به دختر خودش، به پسر خودش، به دخترهای خودش، به پسرهای خودش این پیشنهاد رو میکنه بعد از 30 سال؟ پیشنهاد در حقیقت پیشنهاد نیست. پدر من موقعی که من خودم اقدام کردم به این کار، در حقیقت جدی زمانی اتفاق افتاد که من برای استخدام در کور اوپرا میرفتم که به تالار دکی وارد بشن، که پدر من اونجا منو تشویق کرد، گفت حتما این کار رو بکن. مسئله تشویق بود. اون چه که الان بین من و بچه هم هست دوباره همین زمین است. این چیزیست که من همیشه بهشون میگم که این کار موسیقی رو دنبال کنید. هر سبکیش رو یا این که هر سبکی رو که خودشون زورشونه، برای اینکه اونها هستن که هم برآورنده اون داستانن، هم اجرا کننده اون داستانن، و آخرش هم خودشون باید از کاری که میکنن لذت ببرن. این است که به طب من همیشه این راهو باز گذاشتم و حتی شرایط رو فراهم کردیم اونجا از نظر وسایل موسیقی، از نظر وسایل ضبط، اینم دارم غیر وزاله تا اونجا که میشونه، و این بچه ها مشغول هستن. دختر من یکمی در حقیقت در این مورد شایه، نمیاد جلو، ولی بسیار خوب میخونه و R&B بسیار خوب میخونه و گاسپل میوزیک بسیار خوب میخونه. دکتر فارسی میخونه ولی چیز جدی نخونده، و الان هم در حقیقت میشه گفت این برادر خواهر یک یا دو تا آلبوم آماده پخش دارن که فقط باید به قول من رو ضبطش رو فیکس کرد و دوباره خونی بشه، مقدار ارکستریشنش درست بشه، اونا این چیز هست. امیدوارم که بکنن این کار. برای خیلی این سوال بودش، به خاطر اینکه زمانی که آقای سولی، اسم سولی میاد، کسانی که سولی رو ازش خاطره دارن یا میشناسن سری میگن آه سولی چه باحال بود، می‌رقصید و می‌خوند و لباس گشادی بر تن و حمدی فیل و اون آهنگ‌ها، یا اگر عید نوروزی بود با تاکسیدو خیلی جالب می‌ایستاد در کنار عارف یا فرامرز پارسی و باز دوباره آهنگ امون و روز را اجرا میکردن. پس یک دفعه، خب این یک تبلیغاتی بود که یک دفعه شکل ترانه با آلبومی اومد که عکس روی جلد خیلی جدی، یک شبه مانند اگر اشتباه نکنم، مثلا عکس فقط کلمه آب بود داخلش، عکس بود فکر کنم اگه اشتباه پشتش عکس منو وقتی گذاشتن این کاست اون زمان بود، گذاشتن تو ماشین های خودشون، دیدن از حمدی فیل خبری نیست، از نگار نازنین هم خبری نیست، یک فضای دیگه. این فضا رو زمان براتون به وجود آورد، انقلاب به وجود آورد، تصادف به وجود آورد، چی بودش که یک دفعه سولی یک شکل و فضای دیگه به خودش گرفت که دوباره زندگی کردن شاید معنی دیگه ای داشته باشه براش؟ به طب یک چیز خاص نمیتونه باعث این همه تغییر شده باشه، شاید مجموعه همه این چیزیست که شما میگید، ولی به طبع من چون آدمی هستم که به اون چه که در مملکت ما به عنوان انقلاب اتفاق افتاد اعتقاد دارم و میگم انقلاب شده، حالا اگر به بیراهه رفته یا غیره زالک بحث دیگریست، ولی انقلاب شده و دیگرگونی اساسی انجام شده که منم یکی از اون منقلباش هستم. و بعد از انقلاب، موقعی که فرصت خوندن از ما گرفته میشه، در ضمن فرصت بازنگری
ایجاد میکنه. یعنی اینکه ما دائما مشغول داستان بودیم، بخون اینجا اونجا، بخون برنامه اون برنامه ضبط تلویزیون و غیره، یهو موقعی که این ساکت میشه، اون ایستایی که ایجاد میشه، آدم یه خلأ ایجاد میکنه که این خلأ رو باید چجوری پر کنه. و تو این خلأ پر کردن به هر حال دوباره یه بازنگری آدم با خودش و با موسیقیش میکنه و یا هر هنرمند دیگه. و شرایط انقلاب و اونچه که واقعا انقلاب به چی میگن کشتارهایی که اتفاق افتاد و ما صف اینا رو میدیدیم تو خیابون، اثر خودشو گذاشته. من از اون موقع به بعد در حقیقت میشه گفت یه مقدار بیشتر به خودم رجوع کردم تا به دور و برم و یا مردم. یعنی حتی از نظر سیاسی فکر میکنم که اگه من قراره که آدم سیاست مدار مردمی خوب باشم، باید با خودم اول سیاست کرده باشم و با خودم راستوریز شده باشم، با خودم یگانه شده باشم، بتونم یه چیزایی رو با خودم حل و فصل بکنم، شنیده هایی رو در خودم قورت بدم یا نگفته هایی رو قورت بدم که بتونم با مردم ارتباط برقرار بکنم. این به طب باعث شد که من بیشتر به طرف دوباره نگاه کردن به موسیقی و هنرم رفتم. فرصتی بود که بیشتر به ساز زدن پرداختم، فرصتی بود که بیشتر به ادبیات پرداختم، بیشتر شعر خوندم، بیشتر تحقیق کردم و این به طب خب فضای تازه‌ای رو در جلوی چشم آدم باز میکنه. بعد مثلا موقعی که با شعر نو به طب بیشتر سعی کردم برخورد بکنم در کار موسیقی، شعرهای سهراب سپهری بسیار دلانگیز بودن بر من و انقدر ساده و صمیمی بودن که اگر من میتونستم با یک ملودی روانی این گویش ها رو به قول معروف موسیقایش بکنم و از طریق موسیقی به گوش مردم برسونم، فکر میکردم که واقعا میتونه مفید باشه در سالهایی که پر از شور و هیجان و بزن و کش و بالا پایین و افشاگری و نمیدونم غیر و زاله. و از طرفی هم این ور دوستان همکار ما فقط اون چیزی که قبلا میکردن ادامه میدادن. این است که بر من جالب بود که بتونم یک کار نو بکنم. همین که تونستم کردم و منتشر شد، حالا استقبال ظاهرا بازاری تجارتی ظاهرا زیاد نشد از اون، اولا برای که کار به قدری نو بود که هیچ جور حل نمیشد برای مردم. الان اون سی دی آب که به صورت سی دی تبدیل کردیم با آقای بارتان، الان سی دیش من فکر کنم یواش یواش داره تازه دست مردم میسته، مردم دارن میشنونش، میتونن لذت ببرن، باهاش ارتباط برقرار بکنن و خوششون بیاد. اوکی. صحبت از بزن بکش در ایران بود و اون فضایی که شما تجربه کردید در همون زمان به یک شکلی خدای نکرده برای دوستان و همکاران بد نباشه، ولی بزن بکوب در لس آنجلس، بزن بکوب در لس آنجلس خب یک فضای لس آنجلس به وجود آورد و اون موسیقی لس آنجلس. اومدن شما به اینجا و اون ناآشنایی با فضای لس آنجلس، خب مسئله آب رو به وجود آورد که به صورتی بازاری نبودش. خود بچه های لس آنجلس چی؟ خود بچه ها با شما چه نگاهی داشتن؟ و شما امروز شما اون روز نگاهتون به دوستان اون زمان که قبل از انقلاب دیده بودید شما چطور؟ من اتفاقا موقعی که وارد اینجا شدم و بعد از سالها، چندین سال بود که ندیده بودم این دوستانو، با هر کدوم که برخورد کردم و دیدم، اولا که خب خیلی خوشحال شدیم و گپ و گفتگو و همه اتفاقا منو از اینکه این کار جدید اتفاق افتاده تایید کردن. آیا به خاطر این بودش که تایید کردن یا آقا یه نفر دیگه اضافه نشه که سبکش کار ما باشه؟ این الان ببین شما که بیشتر تو این فضا هستی اینو الان عنوان میکنی، ولی عملا حالا شاید هم او بوده باشه، نمیدونم دلیلش این باشه، ولی به هر حال بچه ها میدیدن که من دسترسیم به نوع موسیقی و آهنگسازی یه پیشرفتایی کرده و حال یه جایگاهی دارم الان. و موقعی که این آهنگا رو میدن، آهنگا چون استراکچرشون درسته از نظر آهنگسازی و اجرایی، به طب نمیتونستن که ردش بکنن. خوششون اومد، خیلی از دوستان واقعا از این کار خوششون اومد، ولی خب در همون موقع هم من با پیشنهادهای مختلف اینجا مواجه شدم.
ولی میدونستم که اگر من میخوام کار جدید رو انجام بدم و یا اصولا به طرف کار نو برم، من به یه تفکری رسیدم که فکر میکنم تو تکرار خبری نیست. من از تکرار سعی کردم خودم رو بکشم بیرون و چون کار نو بود میدونستم اگه آلبوم جدیدی هم بدم بیرون باز بازی فرمت تازهی خواهم کار خواهم کرد و سعیم در اینه. این است که من روی این استپ‌های جدید و این راه‌های جدیدی که همینجور در مغز من عبور میکرد و میزکش رفتم به طب. خب هم شاید ظاهراً فاصله هم از این فضای این موسیقی که برقرار هست دورتر میشد، ولی برای من نگرانی ایجاد نمیکرد، برای اینکه من دوست میداشتم این کار رو میکردم دیگه. از اون نظر بیزینسیش و پولی و آیا یه نفر بیاد جا کمتر باشه نبشه، اصلا من خودم رو نگاه نمیکردم. خب میریم اینجا که شما اومدید با یه نگرش دیگه، با یک فضای دیگری آلبوم آب رو به بازار دادید. آلبوم آب سر صدای راه ننداخت، سر صدا سوری به راه انداخت که دوباره برگشته و بعد از آب سکوت بود. با. چرا؟ برای اینکه من برگشتم به تورنتو و زندگی بسیار بسیار عادی رو شروع کردم. منظور از عادی چیه؟ یعنی اینکه به عنوان یک شهروند بسیار ساده شروع کردم کارهای معمولی انجام بدم و برای زندگی و نه از راه موسیقی پول در آوردم. و من سالهاست تا یعنی الان سالهاست که من تاکسی میرانم در تورنتو و تو این تاکسی راندن هم من به قول معروف بسیار چیزی یاد گرفتم، بسیار مفید بوده برای من از نظر آدم شناسی، مردم شناسی، از نظر به قول معروف دیدن انواع مردم. اونم تورنتو میدونید که شهر 100% مالتی کالچوار هست، بیش از 120 یا 130 ملیت در تورنتو زندگی میکنن تو امان با هم و شهر نازنینی هم هست. و در ذهن به کار موسیقی من رسیدم، ولی مثلا من کاری که در تورنتو کردم، اصلا همون روز اولی که باید تورنتو شدم شروع کردم به فعالیت های فرهنگی در کنار تاکسی دادم. نشریه منتشر کردیم، ما نشریه فرهنگی منتشر کردیم به اسم سایبان که 3 سالی هم انتشار پیدا میکرد. بعد من خودم رو کنار کشتم از سایبان، برای اینکه زمانی رسید که فکر کردم الان میتونم بیشتر به موسیقی برسم. بعد اون نشریه تعطیل شد، دوستان همکار من نشریات دیگه ای رو منتشر کردن. بعد به تب شبای شعر زیادی بود، به خاطر اینکه ما تو نشریه بودیم با فرصتی شد که با شعرا، با نامدارای ادب ایران، با به قول معروف هنرمندان، با سیاستمداران، با کسایی که در زمینهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و انواع فعالیت‌هایی که اجتماعی ایران بودن برخورد بکنم، آشنا بشن و از به قول معروف محضر این دوستانم فیض بگیرم و چیز یاد بگیرم. این است که با مجموعه ای از داستان برخورد کردم، با مردم خیلی از نزدیک رفیق شدم. به قول معروف مثلا ما در تورنتو کنسرت های متعددی برگزار کردیم یا شب های زیادی مثل شب سایبان مانندی به اسم همون نشریه که از هنرمندای شهر مثلا دعوت کردیم، همه شعراشون رو خوندن، موسیقیشون رو نواختن، داستان سرایشون رو کردن و جمعیت تا تو خیابون ایستاده بود. و یا مثلا کسایی احتیاج داشتن، احتیاج مالی داشتن، یا هنرمندایی بودن که مثلا چیزی گرفته بودن، چی میگن اینجا از دولت میگیرن، گرانت برای کارهای هنری مثلا گرفته بودن که احتیاج داشتن به پول بیشتر. این گرانته نمیشد، یه شب موسیقی میذاشتن، من شرکت میکردم، جمع میشد پولی به نفع اون تئاتر که بره رو صحنه یا به نفع فلان مریضی که الان اونجاست و پول نداره. و از این کارهای فرهنگی و خیرخواهانه بیشتر کردن. آیا سوالی برای یه هنرمندی که در دورانی که ایران 35 میلیون جمعیت داشتش به راحت 15 میلیونش شما رو خوب میشناختن، براتون فریاد میزدن، کف میزدن و یک شبه همه چیز تموم میشه، آیا و این اتفاق شاید باز هم و باز هم و باز هم برای ما بیفته، یا سوالی که امروز کارو که دوست داشته رو ول کرده، رها کرده، رفته کار تاکسی رانی انجام میده، باز هم تشویق میکنه بچه ها رو برای
فرهنگی که به موسیقی زیاد علاقه ای نداره یا به موسیقی پاپ علاقه نداره که بگه آقا بریم دنبال کار موسیقی و بعد نگاه خب کنم بعد از این سالها سالی یه خود موها سفیدتر شده و حالا به جای که کاری که دوست داشته باشه یا اون 20 میلیون نفر در تنهایی خودش تاکسی برونه تا تازه یه چیزهای دیگری یاد بگیره. در مورد موسیقی که ما آیا مشوق هستیم یا نیستیم، این رو باید به اینجا برسیم که ما چیزی رو باید تشویق بکنیم که بدونیم درسته. در مورد موسیقی که اتفاق میفته اصولا این برابر دنیا، حتی در ایران الان موسیقی پاپ، موسیقی تقلیدی شده و موسیقی تکراری و بعد موسیقی پاپ هر منطقه، هر مملکتی به نظر من میرسه که باید یه بیسی که ایرانی داشته باشه، یعنی مثلا مال ما که ایرانی هست. ملودی های ما در پاپ بیشتر اسپانیول هست، چهار تا آکورد اسپانیشه و ملودی ها دور برای اون چهار تا آکورد حرکت میکنن، در حالی که موسیقی ایرانی اینجور نیست. ما اگر یک ملودی ایرانی رو که بشه به هارمونی نزدیک کرد بگیریم و اونو هارمونایز بکنیم و به صورت پاپ و با آلات موسیقی پاپ، با گیتار و درام و کیبورد یا پیانو بلان اونو به اجرا در بیاریم، اون یه چیزیست که من تشویق میکنم با همام مسائل. اون موسیقی رو من تشویق میکنم برای اینکه اون موسیقی یواش یواش میشه یه پاپ درست. آره، ولی بازم آخرش یه اتفاقی میفته، باز دوباره سولی بعدی هم زندگیش خب هم میخواده. ببینید آیا اصلا مردم ما، آیا فرهنگ ما یک کشور اسلامی موسیقی رو میپذیره؟ یا مردم باید برن دنبال کار موسیقی یا الان برن دنبال کار دیگه که در سن بالای 50 سالگی یک پشتوانه و یک خیال راحتی داشته باشه؟ اولا من به شما عرض میکنم که موسیقی رو شما از دنیا نمیتونید بگیرید. فرق نمیکنه که مملکت اسلامی باشه یا نه، موسیقی همیشه بوده و همیشه هم هست. در ذهنیت مردم حرکت میکنه موسیقی. موقعی که شما با خودت داری رانندگی میکنی و میبینی داری یه چیزی زمزمه میکنی بدونی که بخوای، اصلا حواست باشه که چی داری میخونی، یعنی با شماست. اینو که نمیتونن بگیرن، موسیقی رو هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. و موسیقی اصولا یکی از ریشه های اصیل فولکلور و به قول معروف پایه‌ای فرهنگی هر ملتیه و اگر قرار باشه که این موسیقی از بین بره که یه مقدار بی‌هویتی برای ما ایجاد میکنه. اگه برگردیم عقب باز دوباره شما همون زندگی رو میکنید که کردی؟ من دوباره میرم با آگاهی بیشتر اگه داشته باشم میرم دنبال موسیقی روشنتر. حتما. بریم سراغ کار شما. فرصاد امروز در آیا هنوز تاکسی رانی رو انجام میدید؟ بله، ولی الان چند وقت من مریض شدم نتونستم بکنم. اوکی. ایرانی هیچ وقت نشسته تو ماشین تو؟ بله بسیار. سن بالا نشسته؟ بله. هیچ وقت گفتید من کی هستم؟ من نگفتم ولی من شناختن و اونم خیلی استقبال کردم. چی میگه؟ گفتگو کردیم. چی میگه؟ مهربان. من جالبه، من واقعا از روزی که چهرم از تلویزیون پخش شد و بعدش اومدم تو خیابون، جز مهربانی و احترام هیچی ندیدم از من. همه جا هر وقت که من شناخته شدم به وسیله کسی یا عده‌ای، همه لطف داشتن من و همه احترام کردن. و به نظرم که هنرمندم چیزی بیش از این از مردم نمیخواد. باز دوباره یه مسئله دیگه ازش در چهره شما، اونم این ازش که خب کسانی که بالاخره هیکل بزرگتری دارن، جسه بزرگتری دارن، خب یه مقداری جدی‌تر، قیافه های جدی، ولی سولی همیشه یک لبخندی رو داشته به همراهش و یک صورت خیلی دوستانه یا به گفته ای فرندلی داشته. این کاراکتر خود سولی هم هست یا کاراکتر سولی آدم جدیه؟ یا وقتی که سولی الان با من صحبت میکنه من میبینم یک شخصیت دیگه، یک کاراکتر دیگه صحبت میکنه. وقتی آهنگاشو گوش میکردم، وقتی نگاهش میکردم، یک کاراکتر دیگه ازش یاد دارم. سولی چجور آدم؟ من میتونم به شما بگم که سولی آدم بدی نیست. ببینید
ما هیچ وقت یک جا نمیمونیم، هیچ کس، هیچ چیز، زمان، همه چیز در حال تغییره و به طبع انسان در طول مسیر زندگیش همینجور دوچار این تغییر هست. ولی این تغییر اگر یک کمی هم با تحول به قول معروف همراه باشه، خب میشه گفتش که آره من یک کمی هم تغییر کردم هم تحول پیدا کردم. من اینکه من خودم حس میکنم رشد کارمو، هرچند زیاد مردم الان از من نشنیدن. منظورم این کار نیست، منظورم اینه که با دوستان، با خانواده، ما اصولا خانواده مهربونی بودیم و خود من آدم مهربونی بودم همیشه. در خیلی موارد جدی هم، برای اینکه کار موقعی که جدیه، مسئله جدیه، یه شرایطی تو خانواده جدیه یا بین دوستان جدیه، خب بهتر منم هم همونقدر جدی هم، ولی از مهربانی اصولا من بعد نیدم. اوکی، بعد متولد چه ماهی هستی؟ بهمن. بهمن، چند میشه بگیم چندمه بهمن؟ پنج بهمن. پنج بهمن، سوالش نمیپرسم. نه، من 61 سالم، 1924 به دنیا آمدم، در پنج بهمن. پنج بهمن، بسیار. خب خارجیش هم بگیم که برای دوستانی که برای اصلا اینجا زدیم، میشه جنیوری 25th، نه جنیوری 25th 1946. اوکی، این کاراکتر انسانی که در 25 ژانویه به دنیا میاد آدم راسخیه، آدمی هستش که تصمیمش رو میگیره و انجام میده، چه کاراکتری رو به همراه داره این شخصیت و بعد از این سالها، بعد از 61 سال چطوری خودتون رو اگه بخواید در یک جمله بگید چطوری میگید؟ حالا در یک جمله چجوری بگم؟ من چون زیاد از خودم تعریف نکردم نمیدونم واقعا چی باید بگم، ولی من میتونم بگم من عاشق. عاشق. آیا این عشق شما رو سوق میده برای کار؟ برای همه چیز. برای همه چیز. اوکی، بسیار زیبا. کمتر از یک جمله بود. اما یک کلمه بتوسید عاشقم. بسیار عالیه. بریم سراغ فضایی که دوباره باز دوباره سوری رو مجبور میکنه یا سوری رو به دلخواه به لس آنجلس میاره. خب به طب در طول این مدتی که من همچون مشغول بودم، جسته گریخته و یه جورایی در کنار، بسیار بسیار دلم میخواسته که موسیقی قوالی ایران رو بخونم. موسیقی قوالی ایران یه موسیقی است که به یه شکلی فراموش شده. موسیقی های خانقاهی در حقیقت فرمت قوالی خودشونو یه جورایی میشه گفت از دست دادن، یعنی که گم شده اون موسیقی. مقداری از این موسیقی ایران با چندین سازهای معروف ایرانی زمان ناصر خسرو از ایران به شمال هند رفت و اونجا وقت این سازها و اون موسیقی پروموت شده، مثل ساز هارمونیوم که این ساز در حقیقت ارغنون ایرانیه، یا مثل ساز رباب یا ساز بربط. اینا سازهایی بودن که از ایران رفتن به هند، به یه سریشان رفتن به آندلوس، اونجا پروموت شدن، بزرگ شدن و این موسیقی اونجا پروموت شده که الان تو موسیقی های درویشی و خانقاهی مثلا هندی و پاکستانی و افغانستانی اصلا یه موسیقی قوالی هست که آدم های شاخصی هم به قول معروف با این موسیقی معرفی شدن به دنیا، معروف شدن به دنیا و موسیقی جذاب و پرهیجانی هم ایجاد کردن، مثل مثلا نصرت فاتح علی خان یا گروه برادران صبری و یا خیلیه. ولی در مورد موسیقی قوالی ایرانی من خیلی دقت کردم، خیلی نمونه شنیدم و خیلی شرکت کردم تو این جلسات و به فستیوال‌های مختلف این دوستان رفتم. با گروهی آشنا شدم به اسم گروه لیان، که این گروه لیان اینجا ساکن لس آنجلس هستن و سال‌ها هم هست که اینجا فعالن و از سال فکر کنم 1996 فکر کنم اینا به طور رسمی به عنوان گروه لیان اینجا فعالن که ده ها سی دی هم منتشر کردن و شاید
چندین به دفعات کنسرت های متعددی هم اجرا کردن، فستیوال های مختلف رفتن که با هم هم رفتیم، ما به فستیوال های چندین فستیوال با هم رفتیم. متوجه شدم که این دوستان در حالی که دارن موسیقی اصیل ایرانی کار میکنن، یک فرمت ورلد میوزیک رو دنبال میکنن که بتونن صدای این موسیقی رو بین‌المللیش کنن و به گوش دنیا برسونن. و در کنار این تو فستیوالای عرفانی که با هم شرکت کردیم که اینا چقدر سلیقه و دنبال این کار هست، سلیقه‌شون دارن و دنبال کار موسیقی قوالی و عرفانی هستن، این است که ما خیلی به هم بیشتر نزدیک شدیم و حدود 4-5 سال پیش از من دعوت کردن که بیام اینجا و با هم همکاری رو شروع بکنم. لیان انسامبل خب اسمش روشه، یه گروه هم که این انسامبل هر دفعه اضافه بش میشه، یه نفر یه موسیقین دیگه یا دو موسیقین دیگه یا کم میشه یا فرمت دیگه جدید موسیقی، چند تا موسیقین با سازهای مختلف میان تو یا میرن بیرون. که به طب تو اون دوره موقعی که من وارد شدم با دوستان کار کردیم، شروع کردیم اولین اجرامون در یه خواننده داره ببخشید نه چندین خواننده با هم اجرا کردیم. هم نرزم کنم اولین برنامه رو مثلا من بودم با آقای سیامک شجریان که اون برنامه هم در افتتاح سالونی هست اینجا که تازه درست شده در بال دیزنی تو دانتان به اسم رد کت. تو افتتاح رد کت خب از گروه لیان دعوت کرده بودن که تو افتتاحیه باشه، تو اون برنامه افتتاحیه و بهتر اینا منم معرفی کردن تو اون برنامه. و ما اونجا در کنار آقای سیامک شجریان یک چیز بسیار ویژه اجرا کردیم، بسیار زیبا، ایشون هم فوق العاده قشنگ میخونه و در خدمتش بودیم و خیلی هم محبت و مهربون به من بسیار محبت کردیشون، برنامه بسیار خوبی اجرا کرد. بعد از این برنامه ادامه پیدا کرد که ما دوباره هم دیگه ببینیم که زلزله بم آمد. زلزله بم که آمد بچه‌ها من زنگ زدن تو که می‌خوایم برنامه برای بم بزنیم، گفتم باش حتما این کارو بکنیم. بعد گفتن که آقای بهزاد اینجا هستن که بم خود اهل بم اونجا هستن و خانواده و چندین نفر از دوستان فامیلیشون رو بتونه 56 نفر میسن که تو اون زلزله از دست دادن و ایشون هم میخوان همکاری کنن تو این برنامه و این کار میخوایم با هم انجام بدیم، با هم انجام بدیم. و ما اومدیم و تمرینات رو شروع کردیم و اون برنامه رو برای زلزله اجرا کردیم، پول مناسب و مفیدی هم جمع شد که دادیم به دوستان. اون وقت اون کاری رو که بچه‌ها نوشته بودن گروه لیان برای این زلزله، این کار رو ضبط کردیم توی استودیوی خود لیان، استودیوی هم دارن بچه‌ها، ضبط کردیم و سی دی رو منتشر کردیم به اسم خاک حیران که برای ریلیس اون سی دی که اون سی دی داره منتشر میشه کنسرت دیگه ای گذاشتیم که باز همون ماجرا رو اجرا کردیم و کنسرت اون شب
به دقیقه سی دی رو معرفی کردیم. شعرا چه فضایی داره؟ کارا چه؟ شعرا چیزای متنوعی، خیلی چیزای جالبی که تو این گروه هست. مثلا نگاهی به شعر نو. اوکی. مثلا شعرا از اخوان ثالث. اوکی. یا سعدی یا مولانا، یعنی شعرهای متفاوت ولی با حال و هوای اون رنگامیزیه و حال اون چیزی که World music. مثلا ما تو اون اجرا کنترباس داریم، مارینبا داریم، دیفرنت یعنی واقعا kind of متنوع پرکاشن داریم، از کاهون گرفته، دف گرفته، تنبک گرفته، یا مثلا سازهای کوزه‌ای آفریقایی هست، چیزهای مختلف پرکاشن هست، و سنتور هست، نی هست، تار هست، یعنی یک مجموعه از این با این شکل که رو صحنه هم که هست موقع که اجرا میشه، دیدن این شکل صحنه برای مردم جالبه که ما نشسته است همه یه عده ایستادن، با اینکه پرکاشنای آویخته دارن ایستادن، میشینن خواننده نشسته است، ولی ما پلاس حرکت این در زمین. و این است که اون کار انجام شد و خیلی هم خوب بود. و بعد از اونم دوباره ما به یه فستیوال رفتیم، به اروپا برگشتیم، دوباره بچه های کارهای دیگه ای، هنرمندهای دیگه ای به آنسان وارد شده بودن، مثل اون آقای مشکین قدم که کار رقص میکرد با اون گروه برنامه اجرا کردن. و بعد دوباره که الان آمدیم و این کار در حقیقت موسیقی صوفی رو، صوفیزم میوزیک رو ما بردیم رو صحنه، که کنسرتی که در ویلچری بیرتیتا دادیم که بسیار بسیار مورد نظر مردم قرار گرفت، که باستاب خیلی خیلی شیرین و زیبایی گرفتیم ازش. اون برنامه رو ما دوباره در یک کلیسای اینجا به دعوت یک کلیسای اجرا کردیم برای بیشتر دوستان آمریکایی، که خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت. در جنبه مالی داره این کار یا نه؟ ما جنبه مالیش برای ما الان زیاد اونجوری نه، زیاد نیست، برای اینکه ما در حقیقت داریم معرفی میکنیم خودمون با این کار، ولی ایشالا به اون هم میرسیم. بعد این برنامه رو ما اجرا کردیم در 800 سال سالگرد مولانا جلال الدین رومی در استنفورد یونیورسیتی در پاولو آلتو، همین 27 ژانویه اجرا کردیم، که یک برنامه تمام روز بود. تمام روز سخنان های مختلفی، آمریکایی، ایرانی، ترک، مثلا آمریکایی دکتر بلای بود، رابرت بلای که شاعر معروف آمریکایی که کارهای مولانا رو ترجمه کرده، اون آقای لوئیس بود، از ایرانی آقای احمد کریمی حکاک بودن، آقای محمد سلامی بودن، دکتر حقی بود، خانم کشاورز بودن، که خواهد خانم کشاورز با برنامه ما میخوندن شعر رو به انگلیسی و فارسی میخوندن، ما روش کلابوریت میکردیم و آوازخوانی میکردیم و بعد موسیقی اجرایی خیلی تصنیفی زیبایی داشتیم که برایش اجرا میکردیم، که این موسیقی بسیار مورد استقبال جمعیت قرار گرفت، بیشتر هم آمریکایی بودن. همسن سالای شما همچنان موسیقی پاپ رو ادامه میدن؟ من در اینجا هستم. من در ضمن باز موسیقی پاپم رو ادامه میدم. میدید؟ آره. من دو تا آلبوم دارم که الان یکیش در حال ایشالا منتشر شدنه، که با آقای بابک امینی کار کردم. کارها آهنگا مال منه و آقای بابک امینی تنظیمش کرد. یه آلبوم دیگه ای رو من در تورنتو منتشر کردم به اسم رنگین کمان، که با دوستی اجرا کردیم که باز آهنگا مال من بود. فضای کار چجور؟ فضای کار شما از پاپ میکنیم؟ آیا پاپ سولیه؟ پاپ منه امروز؟ نه، پاپ امروز منه. پاپ امروز شما؟ پاپ مدرن. پاپ مدرن منه و پاپ تکراری نیست، گفتم تکراری نیست، شما میشنوین و پاپ ایرانی که شما داشتید و زمین های توش ترانس ما نمیشنویم، توش هاوس نمیشنویم، درسته؟ یعنی کمتر، یا اگر میشنوید تو چیز میشنوید، تو هارمونی میشنوید، تو هارمونی میشنوید، نه تو ملودی. نه تو ملودی و نه تو شعر. این است که مثلا با آقای جمشید باستانی اون کار من انجام دادم، که یک کنسرتی هم در واشنگتن اون اجرا کردیم که خیلی زیبا بود، یه چیز حالت مدرن پاپ جاز اون کاری که کردیم.
بسیار تنظیم زیبا، بسیار اجرای خوب. حالا در حال دیگه لحظات آخر این کار آخر هستیم که اگه احتمالاً اسمش هم خواهیم گذاشت اشکم دمید، که شعرش مال آقای اسماعیل خویی هست. شعر نو مال آقای اسماعیل خویی هست که بعد حالا بقیهش هم همینطور که بابک تنظیم کرده، تنظیم بسیار زیبایی هم کرده، دستش درد نکنه. مشغول به قول معروف دیگه میکسینگ آخر و خوندن های آخر ما هست. چرا تورنتو و نه لس آنجلس؟ من جا افتادم اونجا. خب از اول اصلا چرا تورنتو؟ اصلا نیومدیم اونجا. من برای اینکه پدر مادر خانومم در تورنتو بودن، به طب ما رفتیم اون طرف. و نه اینکه اینجا رو رد کنیم نخواهیم و اینا، نه، دلیل خاصی نبود. با دوستان قدیمی، با کیا در گذشته رفت آمد داشتید قبل از انقلاب؟ با هنرمندا. با خیلی هاشون مثلا با ابی میدیدیم هم دیگه رو، سیاوش گمشی هم دیگه میدیدیم. بعد از انقلاب خب بیشتر شد، سیاوش بیشتر هم دیگه دیدیم. شمایی زده رو من میدیدم، اصلا میدیدم که تنوز تو ایران بود که بعد اومد دیگه. این بعد خانم گوگوش اون موقع در تهران بودن که ما بیشتر با گوگوش هم یاری میدیدیم. و همین بعد از انقلاب، بعد از انقلاب که اومدید به آمریکا یا اومدید به کانادا، با کدوم ها در تماس هست؟ این دوستان که اومدن اونجا کنسرت داشتن، هر کدوم اگر یادشون بود که من اونجا هستم به من به طب زنگی میزدن، یا منم میرفتم گاه گداری به کنسرتشون و میدیدمشون. حالا حداقل مثلا برای 2-3 ساعت هم که شب هم یاری میدیدیم، گفتگوی میکردیم، کنار هم میشد. با هیچکی در رفت و آمد هستی؟ نه. در ارتباط؟ نه. چرا؟ چرا که نه، که من نخواستم. من چون هر دفعه اومدم اینجا یا اونجا بودن همیشه با دوستان سر زدم، دوستان سرشون شلوغه. اوکی. تو واسه دوست بودن سر شلوغی یا مشغولیات تاثیرگذار هست؟ شما از بیرون نگاه میکنی میتونی بگی، من نه. من نه. من میگم اینا هیچ کدوم تاثیر نداره، نه. و دل بخواد. دل از طرف شما خواسته؟ من همیشه خواستم. از طرف اونها؟ من تو این چند سال چندین نفر از این دوستان آهنگ دادم. اوکی. کار کردم باشون. مثلا آقای ستار دو تا آهنگ داشت دادم، یکیشو خونده، یکی هم نخونده. آهنگ پیله رو اجرا کرد، خیلی هم قشنگه. شعرش هم مال کوروش انگالیه. بعد با مارتیک در ارتباطم، مارتیک همیشه در ارتباط بودم، چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب، چه در تورنتو، چه در اینجا. مارتیک و زویا رو عملا بیشتر از بقیه دیدم در این مدت. هیچ کدوم از بچه ها از هنرمنده اومدن این فضای تازه سولی و گروه لیان رو ببینن؟ من ندیدم. تو این چند تا کنسرت که ما داشتیم ندیدم. من شما به هیچ کدومشون زنگ زدید که بیا بده؟ نه. اونایی که بهتون زنگ زدن بیان کنسرت ما امشب تو تورنتو میخونیم، آیا سوال زنگ زده بهشون که باشیم؟ نه دیگه، نه. هیچی، نه به دلیلی. برای اینکه اولا موقعی که من اومدم اینجا هر دفعه برای کنسرت تو زمانای خیلی کوتاه اومدم، یعنی نیومدم اینجا برای مدت ها بمونم. که مثلا اومدم یه هفته 4-5 روز قبل از برنامه تمرین می‌کردیم، من اجرا کردم، منم رفتم. آقای سوری حرف دلش رو میزنه؟ بله بله. بدون هیچ روتوش و سانسوری؟ آنکات مگه نیست؟ آنکات دیگه. هنر در لس آنجلس، موسیقی هم در لس آنجلس. هنر در لس آنجلس به نظر من جنگ هایی بسیار کرده. هر روز اول. ولی من اون موقع نبودم، اون چند سال اول اینجا، نمیدونم چه اتفاق اینجا داشته میافتاده که به دلیل بازار آدم ها بسیار شروع کردن شبیه خانی کردن. ما قبل از انقلاب موسیقیمون یه جوری بود که هر خواننده‌ای بر خودش یه استایلی داشت، یه شخصیت خوانندگی و تلویزیونی و رادیویی داشت که اون اینجا به نظر من به هم ریخت. نمیدونم چرا، شاید به خاطر بازار بود، من نبودم، ولی من شاهد بودم که
یهو همه دارن شبیه هم میخونن. آقای موین میخونه، بعد آقای موین ده جور کسای دیگه هم میخونن. حتی خواننده های زن من دیدم سعی میکنن شبیه آقای موین بخونن. یه نوع موسیقی و ملودی که ایشون انتخاب میکنه بکنن. دلیل بازار بوده. بلکسی هم وجود داره یا نه؟ ندیدم. یعنی کسایی بودن که خود موین هم بوده که خواسته شبیه کسای دیگه بخونه. آقای موین هم چرا دیگه بیشتر سعی کرد که از موسیقی مقدار خیلی مردمی بیاد خودشو به پاپ نزدیک بکنه و کرده این کارو، موفق هم بوده. ولی اصولا میخوام بگم موسیقی اینجا هر کسی کار خودشو نکرده، همه تو کار هم دخالت کرده. موسیقی پاپ ایران، موسیقی پاپ ایران تقلیدی از اینجا متاسفانه. امیدوار کننده یا خواننده‌های بسیار خوش صدایی هستن، ولی موقعی که ما صدام خوبه ولی من سعی کنم شبیه آقای ابی بخونم، یا صدام خوبه مثلا سعی کنم شبیه آقای داریوش بخونم، کاری نگردم. یعنی من باید صدای خودم رو پیدا کنم به عنوان یک خواننده. چنانچه هر موزیسیانی، هر کسی باید واقعا خودشو پیدا بکنه. چون اگه خودشو پیدا کرد اون وقت یه شاخصی میشه که بتونه رو اون کار بیشتر کار کنه، ادامه بده، فعالیتشو پیش ببره. پروموشن لازم داره هنر، و ما اگر ما این رشد رو در واقعا هنر ایجاد نکنیم، حالا این هنر هر هنری باشه، آواز باشه، هنر نواختن موسیقی باشه، آهنگسازی باشه، شاعری باشه، نقاشی باشه، فرق نمیکنه. این اگر ما نتونیم توش رشد بکنیم، هنر باطلی است. باز دوباره میریم سراغ همین مسئله لس آنجلس، حضور شما در اینجا و دوری سولی از رسانه‌های گروهی. هیچ وقت کسی شما ندیده، هیچ وقت جایی نبودید، هیچ نوع پروموشنی نداشتید، هیچ نوع ویدیویی به بازار عرضه نشده. چرا؟ پول؟ تهیه ویدیو؟ کراسو نیست؟ خود دست در کار دیگه. من بعد این کار رو میکردم، بعد یه سپانسر میداشتم. هیچ کس من تو کاری که من میکردم، تو کار جدیدم سپانسر نکرد. شما بگید؟ یعنی من هیچ وقت یه کسی نداشتم که به قول معروف کار من چیز پروموت بکنه. چرا؟ نداشتم، کسی نبوده، من هم که دور بودم دیگه. میدونی چی میگم؟ تو تورنتو هم که کسی از این حلیم بابت تو کسی نیست. پول خیلی خوب قشنگه، چون من خودم به یاد ندارم. فارتان آوانسیان دوست مشترک هر دوی ما میگفت سولی اومده بود لس آنجلس، بهش پیشنهاد شد که در کاباره تهران بره بخونه، نزدیک به 20,000 دلار هم اون زمان پول بگیره و ایشون رد کرد. آقا پول پس بوده؟ آره پول بوده، ولی نه در اون زمینه‌ای که من داشتم حرکت می‌کردم. چرا رد کردی؟ رد کردم برای اینکه کاری رو که از من می‌خواستن من در اون دیگه نمی‌تونستم انجام بدم. در اون چه کاری؟ که برم تو کاباره و حمدی فیل و چیز بخونم، نمی‌تونستم بخونم. چرا؟ برای اینکه روحیه‌ام عوض شده بود، کارهای جدید کرده بودم، با کارهای جدیدم خیلی حساب. پس به خاطر روحیه پول روشتی کنم. بله. خانمتون نگفت سالی 20,000 دلار پول یه زندگی تو هست؟ خانم من خیلی حساس بود راجع به همین که نکنه که پول باعث بشه که، یا فضای اینجا باعث بشه که من واقعا تن بدم به این کار. برای اینکه خانم من شاهد زندگی ما بوده، از نزدیک 30 سال ما با همین بوده و دیده که من چه مراحلی رو طی کردم، به چه جاهایی رسیدم یا نرسیدم،
موسیقی منو شاید بیشتر از هر کسی میشناسه، چون خودش هم خوب میخونه، همیشه با من زمزمه کرده موسیقی ها رو. و به طب اگر واقعا حمایت خانم من نبود شاید داستان فرق میکرد، ولی خانم من موقعی کنار من بود من تونستم تحمل کنم این چند سال رو و پول در نیاوردن اینجوری رو و فقط یه زندگی ساده رو طی کردن، که خدا حفظش کنه. That's it. من خیلی راضی هم از این حالی که دارم. امروز سولی پول داره؟ نه هرگز. سولی ثروتمنده؟ ثروت درونی دارم. چقدر؟ زیاد. میتونه؟ تا بخواهی میتونه تقسیمش کنه با کسی؟ من همیشه این حالم تقسیم کردم با هر کسی که دلش خواسته بود، از کنارش بوده و در زمینش بوده. زندگی رو در چی میبینی؟ زندگی رو در عشق میبینم. بدون عشق نمیشه زندگی کرد، و عشق هم عشقی است همه‌گیر، از عشق زمینی بین یک زن و مرد تا عشقی که همه خلق رو دوست داشته باشه. فردا یعنی چی؟ فردا وجود نداره. وجود نداره؟ تا الان هست نه. اوکی. فکر کنید اگر به شما بگن آقا این فضای موسیقی ماست، این فضای زندگی ماست، این هنر ماست، و شما هم تمام این مسائل رو دیدی و میتونی برگردی و یه چیزایی رو تو کل فضای هنری ما به خصوص در آمریکا عوضش کنی، چی رو عوض میکنی؟ والا من اصلا تصمیم به عوض کردن چیزی ندارم. نه، به شما این موقعیت داده میشد، مثل فیلم بروس آلمایدی بود، واقعا یک روز یا یک هفته شما نعوذ بالله استغفر الله شما میشید خداوند، و امروز شما میتونی فضای موسیقی رو یا فضای این شهر رو برگردی و عوضش کنی. خدایی کردن یعنی از خود دوری کردن. اگر قرار بشه منی که هنوز منیتم هست به من این ماموریت داده بشه، همون ماموریتی است که به قول معروف به هر کسی دادش تو خراب کرده. خدایی نمیشه کرد. نه، حالا خداوند شما این موقع داده یه فرشته به نام سولی. والا من اگر قرار بشه که به قول معروف کاری انجام بدم، این کار باید با همون که گفتم زمینه عشق آشنا باشه، و بعد باید از همه چیز درست درمون استفاده بشه. ببینید تو این کار هنری یک جنبه نیست، فقط یک آواز نیست، فقط یک صدا نیست، هرچند که میگن آواز خان نه آواز، ولی آواز هم مهمه، نوازندهایی که تون آواز هم میزنن مهمه، تکنیکی که با کار میره مهمه، یعنی مجموعه یک رسیدگی به یک اوجه، یعنی مجموعه تکنیک، مجموعه اجرا، مجموعه اخلاق، مجموعه پروموشن و ادورتایزینگ درست، مجموعه به قول معروف چیزی که اگه شما مثلا تو ویدیو داری درست می‌کنی، ویدیو تو نمی‌دونم من که نکردم تا حالا، ولی اگه می‌خوای ویدیو درست کنی، ویدیو یه جنبه فرهنگی هم توش باشه. شما اگر داری رقص رو پروموت می‌کنی، واقعا به دنبال رقص باید بری، نه اینکه به دنبال اینکه حتما سکسیش هم بکنی. یا اگر شما داری یه موسیقی رو پروموت می‌کنی، باید بری یه موسیقی رو که واقعا قابل پروموت کردن و تقویت کردن و تشویق کردن هست، اونو باید تشویق کرد، نه هر موسیقی رو چون ما داریم کار موسیقی می‌کنیم. مصاحبه کردن در تلویزیون یا در روزنامه که پول نمی‌خواست، اونو چرا رد کردی؟ من رد نکردم. من باید گفتش که اگر کاری برای اجرا جایی داشته باشم، خب به طب نیاز به گفتگو راجع بهش هست که باید با نشریه یا مدیایی صحبت بشه. موقعی که من کاری رو عملا برای اجرا الان مثلا به قول معروف در دست ندارم، بی خودی صحبت کردن و گفتگو کردن و بی خودی نام‌آوری کردن به نظر من درست است. آرزوی سولی؟ آرزوی سولی اینه که به قول معروف اولا خدا بیچاره بچه های منو درست به ثمر برسونه،
و بعد آرزویی هیچی ندارم جز اینکه کاری رو که دارم میکنم بیشتر شرایطش پیش بیاد که بتونم به گوش مردم برسونم. حرفی برای گفتن، حرفی که به یاد بمونه. حرفی که برای گفتن من دارم نکته جالبیه. من از یه روزی که دیگه سعی کردم نخونم به اون شکل سابق، از همون روز تعهدی داشتم به خودم که هیچ کلامی رو نخونم که خودم توش معنی ندم. پس به طب حرفی برای گفتن از طرف من شنیدن اون موسیقی هاییست که من روشون کار کردم. تمام حرفا رو، تمام اون کلمات که انتخاب کردم برای خوندن و آهنگسازی و یا کارهایی که الان با گروه لیان اجرا میکنیم، اینا کلماتیست که من باشون زندگی میکنم. مرسی، بسیار لذت بردم. به همچنین. خدا حفظتون کنم. محبت. مرسی.